خب جلوزی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفتم یا نه عجبندم. دیگه نوبت به گفتگو با آقای دکتر اسماعیل نوریالاس. پیام عزیز خاطرات شما ما بازگو میکنه، از او صمیمانه سپاس گذاری، ما در واقع تقسیم میکنه تجربیاتش رو، خاطراتش رو. این دوره انقطاعی که پیش آمده متاسفانه نسل جوان رو از گذشته به کل دور کرده. مثلا در مورد ما این موضوع صادق نبود، ما در جریان وقایع ادبی و فرهنگی نسل‌های قبل از خودمون بودیم بدون که در این میانه سدی مانعی وجود داشته باشه. اما انقلاب یه دیوار خیلی بلند، دیوار چین کشید بین نسل جوان و گذشته فرهنگی ما. تحولاتی، مثلا یه گفتگو من داشتم با آقای دکتر الهی درباره پرویز، دکتر پرویز ناطل خانلری، متوجه شدم خیلی از جوان‌ها اون رو نمی‌شناسن. به همین علتی که خدمتتون گفتم. چرا؟ چون در ایران تلاش‌های صورت گرفته تا تقریبا مردم گذشته رو به یاد نیارن، مخصوصا مردان و زنان برجسته‌ای که در ایجاد تطور و تحول ادبی و فرهنگی سهم مهمی داشتن. من میشه آدم ایرانی باشه مثلا سعدی رو نشناسه، حافظ رو نشناسه، صاحب رو نشناسه؟ خب مگه میشه پرویز ناطل خانلری رو نشناخ؟ آقای دکتر نوریالای عزیز درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان گرامی برنامه تون. خوشحالم که مجدداً با شما هستیم و هم گفتگو میکنیم. دکتر آقای میبودی اجازه میدید که من در مورد همین مقدمه‌ای که فرمودید یک تعریضی بشه؟ حتما. اولا این که ما وقتی که میگیم که نسل جوان از گذشته خبر نداره، اغلب این گذشته رو محدود میکنیم تا دمدمای انقلاب و از انقلاب به بعد و یه نوع زمان حال محسوب میکنیم. بله بله. در حالی که من در تجربه عرض کنم که ارتباط با جوانان امروز این رو دریافتم که اونها حتی از انقلاب و پس از انقلاب هم زیاد خبری ندارن. جالب. چه شد که این انقلاب به این صورت در آمد؟ و در نتیجه من فکر میکنم بازگو کردن تاریخ پس از انقلاب هم برای این نسل همونقدر مهمه که قبل از انقلاب. این یک. دوم هم این که من با چندین نفری که از ایران آمده بودند و مثلا دیپلمشون گرفته بودند یا دانشگاهشون تموم کرده بودند، میدیدم که اینها از هیچ چیز جهان خبر ندارن. حتی من به یه موردی برخوردم که این دوست جوان حتی نمیدونست که کانادا در کجای دنیا قرار داره، آمده بود امریکا درس بخونه، ولی تا این حد از جهان خارج بیخبر بودن. و من فکر میکنم که خب این ناشی از سیاست درهای بسته، ارائه غلط تاریخ به نسل جوانی است که به دست این حکومت از لحاظ دانش و فرهنگ داره نفله میشه. یادم یکی از سناتورهای آمریکایی هیئتی رفت بود به سوریه، البته قبل از این وقایع و جنگ ها، در بازگشت معلوم شد که بشار اسد دقیقا نمیدونسته کالیفرنیا کجاست، فکر کرده کالیفرنیا جای نزدیک نیویورکه. بشار اسد نه، یا احمدی نژاد. بله احمدی نژاد هم انگلیس نزدیک افریقاست. آقای نوریالا یه مقاله خیلی مهمی دکتر شفیع کتکنی نوشته بود، شاعر و ادیب و استاد و محقق برجسته، درباره آرشیو ملی. علت انگیزه نوشتن این مقاله این بود که ایشون رفته بود در پی این که ببینه قبر چی فرخی یزدی شاعر معاصر کجاست. بله شاعریست به دوران ما، به 2000 سال پیش نیست. برای هر چی جستجو کرده بود کمتر یافته بود، یعنی بالاخره مایوس میشه و متوجه میشه هیچ نشانی در این زمینه در هیچ جا نیست. یعنی ما نمیدونیم که این فرخی یزدی در کجا به خواب خفته یا در کجا به خاک سپرده شد. خب بعد اشاره کرده بود ایشون که شما وقتی میرید به اروپا، خب تشریف میرید مثلا به فرانسه، میرید به آرشیو ملی مراجعه میکنید، حتی صورت حسابهای قهوه خانه هایی که مثلا نویسندگان بزرگ فرانسه مثل ویکتور هوگو به اونجا مراجعه کرده بودن، چیزی خورده بودن، چاشتی، هرچه، این صورت حساب ها رو هم حتی حفظ کردن. یا من خودم رفتم به
منزل یکی از نقاشان بزرگ با آقای پسیان، مهندس پسیان، در نزدیکی پاریس دیدیم که مانه، دیدیم تمام این خانه قدیمی کاملا حفظ شد، همه وسایل زندگی و سر جاش بود، حتی اون به اصطلاح برکه معروفی که توش اون نیلوفرها میشه گفند و بعد یکی از آثار درخشان و در همونجا پای اون برکه خلق شده بود، هنوز به همون ترتیب حفظ میشه، به همون ترتیب قدیمی باغبانی میشه، همه چیز سر جاش. و خب فرانسوی ها به همین هم مفتخرن، یا بقیه شخصیت ها و متفکران ما. بفرمایید آقای میبودی، من توصیه میکنم که بینندگان این برنامه گهگاهی یه سری به این سایت سیف پاسارگاد یا نجات کمیته نجات پاسارگاد بزنن، برای اینکه در اینجا من که البته نقش عمده ندارم، خانم میرزادگی در عرض این 10 ساله اخیر یه آرشیو بسیار بزرگ و متولی از آنچه که از بین رفته دارن، یعنی لیست خانه ها، لیست کتاب ها، لیست عرض کنم که اسناد، یه چیز عجیب غریبیه که اینها خود اون آقای بهشتی بودش که معاونه، یعنی مدتی رئیس میراث فرهنگی بود، گفته بود که در این 30 ساله حکومت اسلامی به اندازه 10,000 سال، ببخشید، به اندازه 1,000 سال تاریخ ما از دست رفته. درست. این اقرار خود مقام اونجا بود. من حالا در تایید سخن شما یادم افتاد که وقتی که در لندن دانشجوی جامعه شناسی بودم، خب میدونیم که جامعه شناسی 3 تا آدم هستن که به عنوان آباء جامعه شناسی شناخته میشن، یکیش امیل دورکیم فرانسویه، یکیش کارل مارکس و یکیش ماکس ویبر یا ویبر. این ماکس ویبر یک کتابی داره به نام روح پروتستانتیسم و سرمایه داری، پیدایش سرمایه داری، یه همچین عنوانی داره. در اون کتاب که کتاب درسی ما بود من میخوندم، ایشون به مدد آرشیف هایی که در آلمان وجود داشت اساسا نظریه سیاسی خودش رو مبنی بر این که سرمایه‌داری فرزند پروتستانتیزمه عرض کنم که نوشته بود. و این منابع به این معنی بود که وقتی که پروتستانتیزم در اروپا پا گرفت و ادعاش هم این بودش که بین انسان و خدا واسطه‌ای به نام پاپ و نمیدونم کلیسا و این حرفا وجود نداره و همه آدما خودشون هستن و خدای خودشون، در اونجا مؤمنان خیلی متعصب شروع کردن یک کتابچه‌هایی رو داشتن که در اون کارهای خوب و کارهای بد خودشون رو می نوشتن و که وقتی که مردند و رفتند به عالم باقی، این کتابچه ها رو به عنوان دفتر اعمال خودشون تحویل اونجا بدن و تکلیفشون روشن شه. و ایشون میگوید که از طریق این حسابداری که اینها اختراع کردن برای کارهای نیک و بد خودشون، اساسا دفترداری دوبل به وجود آمد و بعد از طریق اون عرض کنم که بنیاد سرمایه‌داری به معنی حساب سود و زیان رو نگه داشتن علمیت پیدا کرد. تمام این شواهد رو ایشون رفته از آرشیوی که از این کتابچه ها مردم باقی گذاشتن و در آرشیف های آلمان هست استخراج کرده و نشون میده. یعنی واقعا حیرت انگیزه که یه بابایی نشسته حساب خودش با خدا رو نوشته، کتابچهش الان در آرشیو ملی آلمان وجود داره، در حالی که متاسفانه ما همون اول انقلاب، من خاطرم هستش که یک دوستی داشتیم که کتابدار بود و در کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران کار میکرد، میگفت یک روز آمدن ریختن در کتابخانه مرکزی که یکی از مهمترین آرشیف های اسناد بود، مقدار زیادی سند و کتاب رو برداشتن بردن وسط جلوی مسجد دانشگاه آتیش زدن، که میگفت تمام کتابدارا داشتن گریه میکردن وقتی این مسئله رو دیدن. بنابراین جای حیرتی نیست وقتی که
نسلی که زیر دست اینا بار آمده از هیچ کجا خبر نیست. در پاریس توی پارک مونسو، پارک فوق العاده است، تقریبا میشه که از تمام دنیا درخت‌های رو اردند و اونجا قرض کردند و همه درخت‌ها شناسنامه دارن. تمام گیاهانی که در این پارک عظیم و بزرگ و زیبا درست در مرکز پاریس، یعنی دو قدمی اتوال هست، یه خیابانی داره این پارک، خیابان اصلیش مین استریت، اسمش خیابان فردوسی. خب من خیلی کنجکاو شدم ببینم که چه عاملی باعث شده اسم این خیابان فردوسی گذاشته بشه، کما اینکه در باز وسط مرکز پاریس در گوشه ای اسم این خیابان البته زیاد بزرگ نیست به نام خیابان تهران، به نام پایتخت ما نامگذاری شده، اون به احترام به اصطلاح پادشاه ایران در گذشته. ولی خیابان فردوسی برام خیلی جالب بود چون این پارک خیلی مورد علاقه مردم بود. در اون کنار پارک آلندلون زندگی میکرد و این پارک خلاصه از افتخارات پاریس محسوب میشه. رفتم آقا، دیدم که تمام پروندهش وجود داشت، ریز پروندهش خود فرانسوی‌ها نگه داشتن، نه دولت ایران سفارش کرده بود که اسم این خیابون رو فردوسی بگذارن، نه نمیدونم یه نهاد دولتی، یه آدم به نام تقی‌زاده پیشنهاد میده به دولت فرانسه، دولت فرانسه پیشنهاد میده به انجمن شهر، انجمن شهر تصویب میکنه میپذیره و تصمیم میگیرن یکی از زیباترین خیابان ها اونم در پارک مونسو رو نامگذاری کنن اسم کی؟ به اسم حکیم ابوالقاسم فردوسی. ما جای شما خالی. من با افتخاری میرفتم بعد از ظهرها روی نیمکتاش میشستم، بالاخره جای خیلی مناسبی بود وقتی هوا خوب بود و حظ میکردم که توی خیابانی نشستم در قلب غرب که به نام حکیمی اسم گذاری شده که در حفظ زبان فارسی و بخشش هویت به ما واقعا سهم عمده‌ای داشت. چقدر مهمه و واقعا ما باید به فکر باشیم آقای نوریالا، به فکر که آرشیو ملی باشیم، یه مرکزی که این مجموعه اسناد رو هر روز داره بخشی از خاطرات تاریخی ما از بین میره. حالا که اخیرا مثلا در شیراز دیدم تمام اون خانه هایی که من ازش خاطره داشتم، به چشم خودم دیده بودم اونها رو، اونجا رفته بودم، اصلا این جز بافت قدیمی شهر بود در اطراف شاه چراغ و گفته میشه حتی حافظم در همون منطقه زندگی میکرده، نزدیک به اونجا، نزدیک به مسجد نو حافظ. البته جاش کاملا مشخص نیست ولی گفته میشه شیراز در گذشته در دوره حافظ یه چیز حدود 10,000 تا جمعیت داشت، 10,000 نفر جمعا در این منطقه زندگی میکردن. تمام خانه های قدیمی رو دارن از بین میبرن. چرا؟ چون میخوان هفته اخیر مقدار زیادی از خانه‌های قدیمی رو بین برده. بله. که اینا سند شناسه ما بودن، شناسه فرهنگی ما بودن، شناسه هنری ما بودن. تقریبا تمام سقف این بناها، این خانه‌های قدیمی نقاشی شده بود توسط نقاشان خیلی سرشناس شیرازی یا کاشیکاری‌هایی که خیلی و اغلب جز کارهای هنری محسوب، جز شاهکارهای هنری، و متاسفانه همه رو یکی یکی از بین بردن. در اصفهان هم که میدونیم که الان بسیاری از بناها دچار فرسایش شده. حتما خانم میرزادگی اطلاعات بیشتری در این زمینه جوابری کرد. الان حتی من شنیدم که دارن جلوی قبر آرامگاه کوروش دارن یه کارخونه میسازن. عجب. یعنی در همون دشت مربوطه دشت مرغا الان مقدمات ساختن یه کارخونه رو فراهم کردن. البته کارخونه کشاورزی، یعنی کارخونه کشت و صنعتی بود، کوچک بود، گوجه فرنگی، یعنی کچاپ درست میکردن، مال آقای سیروس هدایت بود و برادرشون در نزدیکیه. بله. ولی نه دود و دمی داشت که اونجا رو آلوده بکنه، نه تصادفاً خود این کارخانه باعث شده بود که اهالی اولا رغبت بیشتری نسبت به محل پیدا بکنن، چون واقعاً حفظ این منطقه و حفظ خود آرامگاه به عهده روستاییانی بود که در اطراف آرامگاه زندگی میکنن و یک تعصب خاصی هم نسبت به کوروش داشتن، خیلی خیلی مراقب بودن. اگه اونا نبودن مطمئن باشید حتی یک سنگ از اون بنا امروز بر جا نبود، همه رو غارت کرده بودن، چون یک جایی اومدن با اره های سنگبری قطعاتی رو جدا کردن، با خودشون از ایران خارج کردن. بله، عرض کنم که این آقای از پرویز زرقامی که معرف شما هست، بله، در آلمان هستش،
خب این رئیس عرض کنم که یکی از اشاعر بزرگ اونجاست دیگه، او یعنی مدعیه که خب حتما دلیل بله جز ایلات باسری، ایل باسری که عرب زن بله. ایشون میگوید که اساسا دشت پاسارگاد و مقبره کوروش به خانواده ما تعلق داشت و ما مواظبش بودیم، درست نمیذاشتیم که مثلا توی این رد و بدل رد رفت آمدهای عشایر مثلا صدمه‌ای به اون بخوره. درست کاملا کاملا درسته. به هر حال میدونید فاجعه وقتی که آمده دیگه ابعادش اینقدر گسترده است که آدم نمیدونه از کجاش بگه. کاملا درسته. آقا این بود که از آسمان با ایر فرانس نازل شد در ایران و ما رو به این روز انداخت دیگه. و حالا دیگه اوضاع بدتر هم شد بعد از ظهور داعش و حالا که گروه خراسانی فرقه خراسانی هم ظاهر شد و بغل دستش فرقه جبهه النصره، اوضاع خاورمیانه تیر و تار خیلی تیر و تار شده. من آقای نوریالا خیلی بدگمانم که بالاخره تای قضایی ممکنه یه جوری به ایران ارتباط پیدا بکنه. کاملا احتمالش هست. من به همین دلیل در برنامه سه‌شنبه شما هم اظهار خوشحالی کردم که ایران وارد این ائتلاف نشد یا واردش نکردن، به خاطر اینکه ایران اگر میرفت اونجا این جنگ تبدیل به جنگ شیعه و سنی میشد و میکشید به داخل کشور مسلما. میکشید به نظر من قطعی بودش که میکشید. دو تا نوریار برگردیم به بحث خودمون مربوط به گذشته. میگه هفت هفت میاره. شما وقتی به گذشته نگاه میکنید کدام بخش به نظر شما خیلی عمده هست و لازمی که نسل جوان ازش با خبر باشه و سهم اساسی داره حتی در شکل دادن به آینده ما؟ کدام بخش رو خیلی بهش اهمیت میدید؟ خب من فکر میکنم که کلید زندگی ایران مدرن با انقلاب مشروطه زده شده و آگاهی نسبت به آرزوها و امیدهایی که آبای مشروطه داشتند میتواند کاملا چراغ راه آینده ما باشه. من واقعا همین روزا مثلا وقتی که میرزا آقای کرمانی رو کتابش رو میخونم و میبینم که این با چه دیدی جهان خودش رو نگاه میکرده و آینده رو میدیده، حسرت میخورم که ما چرا اینجور روشنفکران رو انقدر کم داریم. هنوز وقتی که شما مثلا برید روی اینترنت و سایت های ایرومی رو نگاه بکنید هنوز میبینید که بخش عمده ای از اپوزیسیون ایران که خودش رو در تقابل با حکومت اسلامی میبینه هنوز پرهیز داره از این که عرض کنم بپذیره مدرنیزم رو. حتی من یادمه که یکی از این گروه های چپ از من دعوت کرده بود که در مورد این جنبش سکولار دموکراسی توضیح بدم و صحبتی کردیم و این حرفا و اونا هم تشکر. در پایانشون سخنگوشون برگشت من گفتش که ما مشکلی که با شما داریم اینه که شما در برنامه‌های خودتون گذاشتید که قانون اساسی آینده ایران باید مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشه و ما اعلامیه حقوق بشر رو قبول نداریم. من اصلا حیرت کردم که دارم زندم و دارم به گوش خودم این حرف رو از یک گروهی که خودشون رو اتحاد سوسیالیست ها هم گذاشته بودن دارم میشنوم. و بعد که با کنجکاوی پرسیدم که آخه شما چه مشکلی با اعلامیه حقوق بشر دارید، گفتن آخه در بند 17ش مالکیت خصوصی رو به رسمیت شناخته و ما قصد داریم که ایران آینده رو طوری بسازیم که مالکیت خصوصی درش از بین بره. عجب. یعنی من فکر کردم که با یک عده آدمای مواد زده یا تخیلی دارم سر کنم. که من یادمه که وقتی که رفته بودم دانشجو شده بودم در لندن یکی از درس‌های ما شناخت کارل مارکس بود. و خب کارل مارکس هم می‌دونیم که اول آثار آخر عمرش به زبان‌های مختلف ترجمه شده بود، بعد آثار جوانیشو پیدا کردن و یک چیزی پیش آمد، جریانی پیش آمد به نام کارل مارکس جوان. و اصلا یه آدم دیگه‌ای بود و جور دیگه‌ای می‌نوشت. اما مثلا این بودش که
مارکس مرتباً این رو در آثار خودش تکرار کرده بود که گذار به سوسیالیسم و در انتهای اون به کمونیسم نمیتواند بدون گذار از سرمایه‌داری و بورژوازی انجام بشه. این توسعه بورژوازی هستش که عرض کنم که کارخانه ها و صنایعی رو به وجود میاره که کارگر در اون دیگه با محصول خودش ارتباط خاصی نداره. به اصطلاح اون میگفت آلینسیون یا سلب علاقه کرده، سلب رشته علقه بریده شده است. و اون میگفتش که از دل اون نوع کارگر است که میتوان عرض کنم که امید داشتش که آدمی به نام پرولتاریا به وجود بیاد و اون پرولتاریا حامل مثلا چیز باشه، آرزوی رسیدن به سوسیالیسم باشه و گذار از بورژوازی به سوسیالیسم. خب شما فکر بکنید که تو لندن یه عده نشستن میگه ما سوسیالیست هستیم، اگه پامون برسه به تهران اول کاری که میکنیم مالکیت خصوصی رو برمیاندازیم. خب مالکیت خصوصی که برمیاندازن تمام فرضیات و نظریه های کار مارکس رو برانداختن دیگه. بله درسته، چون ریشه خب دیگه. شاید این البته برمیگرده به دوره که ماو سرکلش پیدا شد و اینا آمدن دو پله پریدن دیگه. بله یعنی دیگه. یک باری از یه جامعه دهخانی نظام سوسیالیست پدید آوردن بدونی که هنوز پرولتاریا قوام پیدا کرده باشه در چین، یا اصلا پرولتاریایی وجود داشته، یعنی کارگر صنعتی. از اون زمان متاسفانه این انحراف بوده دیگه آقای نوری علایی عزیز. این همه خشونتی که بعدها به لنینیسم و بعد به مارکسیسم تحمیل شد از همین بابت بود، چون هم متوجه شدن هنوز به مرحله به اصطلاح رشد و قوام و تکامل تاریخی نرسن، میخوان به اصطلاح دست به خیزش بزنن، پرش و به پرنجلو بدون گذشتن از مراحل طبیعی ایجاد یک نظام سوسیالیستی بعدم یه نظام کمونیستی. بله گرفتاری از اونجا شروع شد. پل پوتا و نمیدونم ماو اینا همه نتیجه اون دوران هنگه انور خودشه در آلمان. انور خودشه در مثلا در موقعی که انور خودشه خب نظام سرسخت کمونیستی رو ایجاد کرده بود و بزرگترین و نیرومندترین فرستنده رادیویی به انور خودشه تعلق داشت. میدونید که حتی نیرومندتر از رادیو مسکو بود و قوی تر از رادیو پکن. و به زبان‌های به تقریبا 46 زبان هم برنامه پخش می‌کرد، از جمله به زبان فارسی. جمعی از دوستان ما هم رفتن و اونجا و علیه ایران برنامه می‌دادن و به سود انقلاب. تمام آلبانی رو می‌گشتی 4 تا اتومبیل توی مملکت نبود، 4 تا مردم هنوز با گاری رفت آمد می‌کردن. یعنی هنوز بساط دوره خلافت عثمانی اونم از نوع عقب مانده‌اش در اونجا برقرار بود. بله خب، عرض کنم که خب مثلا بعد از انقلاب هم وقتی که این سران حزب توده به ایران برگشتند و حزبشون رو راه انداختن و نشریاتشون در آمد، اولین چیزی که در توجیه طرفداریشون از انقلاب خمینی مطرح می کردن در واقع همون تئوری راه رشد غیر سرمایه داری بود. دقیقا. یعنی باز شما نگاه بکنید، یعنی انکار تمام مفروضات مارکسیسم آملا. که میتوان برجهید از یه کشور عقب افتاده تک محصولی با کشاورزی در حال مرگ، اینا میخواستن از راه غیر سرمایه‌داری به سوسیالیسم برسن. کاملا درست. یعنی حیرت انگیز بود به نظر که بله. توانستن یه همچی قرائتی از مارکسیسم برای بدن. دقیقا کاملا به همین علت بود که این همه خشونت رو یا قهر رو به کار می گرفتن، بلکه چیز غیر ممکن رو در مملکت ما حاکم بکنن. خب دکتر نوریالا، باز بریم بر سر مباحثی که تا به حال داشته، میگم که حرف میاره. برگردیم دوباره به گذشته، برگردیم به اصطلاح دوران اوائل انقلاب. شما الان یه باره با این بهمن انقلاب روبرو شدید، مجذوب شدید، به تا چه اندازه، چه مدت طول کشید که ازش قهر کنی، ازش جدا بشید؟ ببینید من عرض کنم که اولا یقین داشتم از 3-4 سال قبل از انقلاب که در ایران انقلاب خواهد شد.
یعنی انقلاب به سبک انقلاب مذهبی یا نه انقلاب؟ نه فکر میکردم که انقلاب خواهد شد. انقلاب نمیتونستم تشخیص بدم که چه نوع انقلابی خواهد بود، اما اعتقادم بر این بودش که اعتقاد انقلاب جاهلانه ای خواهد بود، برای اینکه دوتا نیرویی که درش درگیر بودند، یکی چپ ها بودند که به حال من به خاطر اینکه رفته بودم فرنگستون و میدونی تا تو ایران بودیم ما نمیتونستیم متون اصلی جامعه شناسی و علوم سیاسی رو بخونیم. من یادمه که زنده یاد دکتر غلام حسین صدیقی که استاد جامعه شناسی ما بود شروع میکرد از ابتدای کار بزرگان عرض کنم که چیز رو تعریف میکرد جامعه شناسی رو، جلسه ای میرسید که قرار بود کارل مارکس رو چیز بکنه درس بده، یه راننده ای داشت ما باهاش آشنا بودیم، شاگردا میرفتیم با راننده هم میج وای میسیدیم شوخی میکردیم اینا، این میگفتش که دکتر چمدونش رو گذاشته پشت ماشین برای اینکه امروز که درس بده میان میبرنش زندان. دیگه شده بود سنت هر ساله که این یه مدتی بعد میرم زندان آب خنک میخورد برای اینکه این درس رو داده بود. میخوام بگم برای این شخص از تدریس منعش نکردم نه؟ آنکه زندان رو. یعنی اجازه تدریس رو سرش حفظ کردن. جالبه، هم تدریس داشت هم اساسا رئیس دپارتمان جامعه شناسی بود، یعنی حق حیات به هر حال برای مخالفم قائل بوده. ته ذهن دکتر صدیقی چی میگذشت؟ چه نوع نظامی رو آرزو میکرد؟ به نظر من دکتر صدیقی یک انسان کاملا سکولار دموکراتی بود، سکولار. به شدت از مذهبیون متنفر بود. سر کلاسش بارها این رو بیان کرده بود که علت عقب افتادگی اصلی مملکت ما عرض کنم که این روحانیت شیعه است و این قرائت های شیعی از اسلام و این حرف اینا رو خیلی به صراحت. خب وقتی که بخشی از جبهه ملی به آیت الله خمینی پیوست و به انقلاب مذهبی، ایشون هیچ در اون روزها به ایشون هیچ صحبت کرده بود بدونید نظرشون چیه؟ من دیگه ایشون رو ندیدم. ندیدید. دوست همکلاسی من داشتم آقای کشاورز صدر که همین دو سال پیش در فلوریدا فوت کرد، او خیلی نزدیک بود به دکتر صدیقی و حتی وقتی که صحبت این بودش که دکتر صدیقی نخست وزیر رو بپذیره به او گفته بود که تو باید بیای در کابینه من. او برای من تعریف میکردش که دکتر صدیقی در اون روزها بسیار ناراحت و نگران بود و میگفت مملکت از دست رفته است. این چیزی که من از او شنیدم. در ضمن توصیه هم گویا به پادشاه کرده بوده که شما خارج نشید از ایران، برید کیش و برگ. این درسته؟ این نقل قول 100% ایشون گفته بود که با رفتن شما تمام رشته ها پاره میشه، شما همه چیز رو به خودت وصل کردی و نمیتونی بری. شما برای استراحت برو جزیره کیش و به من اجازه بده که مملکت رو بگردونم. ولی متاسفانه پادشاه این نصیحت رو قبول نکرد و رفت و با رفتنش همون یک ساعت بعد از رفتنش به امریکه دستم پاشید. بنابراین صدیقی ایران رو خیلی بیشتر از عقاید خودش دوست می‌داشته. مسلم اینطوره. خیلی سال. صدیقی یکی از به نظر من باشرف‌ترین انسان‌هایی بودش که من در زندگیم دیدم. شما نگاه بکنید مشهوره. خب این وزیر دکتر مصدق بود، وزیر کشور دکتر مصدق هم بود و وقتی که دکتر مصدق تصمیم گرفتش که مجلسی رو که خودش انتخاباتش رو انجام داده بود منحل بکنه، دکتر صدیقی به او گفته بود که این کار شما پایان تمام این نهضت ملی است، به خاطر اینکه وقتی که مجلس وجود نداشته باشه و دوران فترت باشه طبق قانون اساسی عزل و نصب نخست وزیر با پادشاهه. تا همینجا رو داشته باشید، باید خداحافظی بکنی. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر نوریالا، تا هفته آینده. خیلی متشکرم، برمت میزه.